بینندگان عزیز، جلسه چهارم از مجموعه وام مسکن رو در خدمتون هستم. امروز پنجشنبه 26 اکتبر هست، برنامه ما لایف هستش. یه سری سوالاتی که برای من ایمیل کرده بودین در سه هفته گذشته در خدمتون خواهم بود، اونا رو پاسخگو خواهم بود براتون. ولی قبل از اون، در هفته پیش یک برنامه داشتیم در رابطه با ریفایننس، یه خورده هلهلکی صحبت کردم، چند نکته جا افتاد که گفتم اینو امروز اول در خدمتتون بگم، بعد بریم سراغ ایمیلایی که تو این دو سه هفته اومده. برای ریفایننس هفته پیش من خدمتتون عرض کردم که اگر بخواین اکوئیتی تک آوت بکنین، حالا برای میتونه مثلا فرض کنید یه پولی شما بخواید از تو اکوئیتی خونه که دارین بیارین بیرون، برای چه منظورهایی میتونین این انجام بدین. اولا اگر بخواید این پول رو صرفا برای اینکه یه پولی به اصطلاح دستتون باشه، حالا اینوستمنت های کوچیک بخواید انجام بدین، ماکسیمم کشی که بتونین بکشین از توی اکوئیتیتون بیرون $200,000 هستش. اما اگر بخواین که فرض کنید اکوئیتی توی خونه یا پراپرتی که شما دارین زیاد هست اکوئیتیتون، و تصمیم این داشته باشین که سکند پراپرتی رو بخرین، حالا ثرد پراپرتی بخرین، دوم یا سومین پراپرتی رو بخرین، توی این لیمیت نیست، به شرطی که کوالیفای بشین و به شرط اینکه اون قانون ریفایننس که ماکسیمم برای کسایی که ایمپلوید هستن 80% و برای کسایی که سلف ایمپلوید هستن، حالا نسبت به اون پروداکت خاص خودش، تا 75% ارزش خونه مجموعاً گلوبال لیمیت در واقع شما جا داشته باشید، میتونید اکوئیتی بیارین بیرون. یه مورد ریفایننس هم بود دبت کانسالیدیشن، یعنی اینکه شما مثلا فرض کنید باز باید کوالیفای بشین، در واقع یه سری بدهیایی دارین روی کریدیت کارتتون، لاین اف کریدیت، حالا ماشین فایننس، این تشکیلاتی که دارین توی حساباتون، اونا رو هم میتونین پی‌آوت بکنین با ریفایننس کردن. تو این حالت میتونین اکوئیتی بیارین بیرون و اونا رو به عبارتی پی بکنین. این چند تا نکته بود که جلسه گذشته نشد به اینا برسم براتون توضیح بدم. اما برگردیم به ایمیلایی که از شما دوستان گرفتم تو این دو سه هفته گذشته. اولا خیلی ممنون هستم ازتون که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. امیدوارم که بتونم تا اونجایی که بشه به سوالاتون جواب بدم. اگر احیانا موردی موند میتونید با من تماس بگیرید مستقیم، تلفن من هستش، حالا براتون میذارن روی صفحه تلویزیون، ایمیلم که میبینین، و امیدوارم که بتونم کمکی باشم براتون. ایمیلی که امروز من چند تا رو، البته زیاد بود ایمیل، تعداد ایمیل هایی که اومده، من سعی کردم اونایی که حالا به صورت مشترک مثلا مطرح شده بود چند تاشو انتخاب بکنم که در خدمتتون باشه. این یک. دو، برنامه لایف هستش. اگر سوالی دارین که تو این ایمیل هایی که من میخوام براتون جواب بدم نبود و سوالی دارین، میتونید تو کامنتی که توی فیسبوک هست بذارین، من همین الان بهتون جواب میدم. اولین ایمیلی که میخوایم بهش بپردازیم، خانم سمیرا فرستادن ایمیلشون، رو من بخونم براتون. میگن که من 4 ساله اومدم کانادا و به تازگی در یک کمپانی استخدام شدم. دوره پروبیشنم 4 ماهه دارم، بله، میتونم برای مورگیج اقدام کنم یا نه؟ اوکی. ببینید، اولا که تو این ایمیلی که خانم سمیرا فرستادن مشخص نکردن که کی استخدام شدن. اگر تو این پروسس 4 ماهه هستن، پروبیشنشون هست، باید یه مقدار صبر بکنن که این پروبیشنشون تموم بشه، خیالشون راحت بشه که به اصطلاح فول تایم دیگه استخدام شدن، مشکل برایشون نیست. بعد نسبت به اون اینکامی که دارن، اگر کوالیفای باشن، بتونن مورگیج رو که میخوان بگیرن یا پراپرتی که میخوان بخرن بتونن بگیرن. آقای مهدی نوشتن که من شنیدم از RRSP برای داون پیمنت میشه استفاده کرد، میتونم استفاده بکنم؟ آیا این مطلب درسته و چه شرایطی داره؟ اگر فرست تایم بایر باشین،
و بخواین از RRSP تون استفاده بکنید، بله میتونید به عنوان down payment استفاده بکنید. برای first time buyer ها این تحصیلات قائل شدن که شما اگر حالا تو سیوینگتون پول ندارین، یا مثلا فرض کنید دارین نمیخواین استفاده بکنید، ترجیح میدین از RRSP که توی حسابتون هستش استفاده بکنین، میتونین RRSP تون رو از حساب بیارین بیرون، یا اون کانتریبیوشنی که توی سال گذشته کردین. حالا یه قانونی داره که معمولا 90 روز بعد توی حسابتون بمونه، بعد از 90 روز به اصطلاح بیارین اون پول رو بیرون. میتونی با وقت داون پیمنت استفاده بکنین، تکس بهش نمیخوره، ولی یه شرطی داره. شرطش هم اینه که اون رقمی رو که شما از توی حسابتون RRSP میارین بیرون برای داون پیمنت میخواین استفاده بکنین، بایستی طی 15 سال این رو برگردین، تقسیم بر 15 سالش بکنه، هر عددی که هستش. مثلا فرض کنید 10000 دلار از RRSP تون میکشین بیرون، یا 12000 دلار مثلا، یا هر چی که هست، تقسیم بر 15ش بکنین. هر سال یه کانتریبیوشنی باید داشته باشین با RRSP تون. اگر این رو هر سال انجام بدین، از اینکامتون کم میکنن، به اصطلاح تو تکسی که دارین پر میکنین، یا با حسابدارتون صحبت بکنین، به اصطلاح مشورت بکنین، بهتون میگن میتونین که طی 15 سال این RRSP که شما استفاده کردید برگردونید تو حسابتون. اگر حالا این RRSP رو استفاده بکنین به عنوان داون پیمنت ولی کانتریبیوشن نداشته باشید، چه اتفاقی میفته؟ مشکلی نیست، اون 15 سال که قرار هست به اصطلاح این پی بشه، هر سال اون بخشی رو که قرار بوده شما کانتریبیوت بکنین که بریزین تو حساب RRSP تون و نریختین، این به عنوان اینکام براتون تلقی میشه و میاد به اینکام اون سالی که کانتریبیوت نکردین اضافه میشه و حالا مشمول تکس میشه. این حالا نمیدونم، سعی کردم به صورت خیلی خلاصه این داستان RRSP هم بگم. جواب بله، میتونین استفاده بکنین. آقای مجید سوال کردن که من یک خانه با شرایط نیو کامر با پیش پرداخت 35% خریداری کردم، آیا همسر من هم میتواند از شرایط نیو کانادا، نیو تو کانادا استفاده بکنه و خانه دیگری خریداری کنه، یا اینکه خرید اول برای هر دوی ما محسوب میشه؟ سوال خوبیه. ببینید، کلن کسایی که البته قوانین به اصطلاح مربوط به نیو تو کانادا تازگی ها خیلی عوض شده، شرایط کلیش به این صورت هستش که شما به عنوان نیو تو کانادا میتونین مجموعاً دو تا پراپرتی داشته باشین. حالا یا این پراپرتی ها میتونه مثلا فرض کنید اگر زوجی بخواییم بگیرین، خب دو تا مکسیموم بیشتر نمیتونین بگیرین، که حالا نسبت به اون پروداکت و نسبت به اون بانکی که شما میخواییم باش کار بکنین باید ببینین که به چه صورت هست. اگر با هم یه خونه خریدید و خونه دوم رو هم میخواییم بگیرین، بله میتونین بگیرین، منتها خب طبیعتا خونه دوم یا خونه اول باید رنتال بشه. حالا اینکه چه جوری حالا نگاه میکنن کدوم خونه باید رنتال باشه کدوم خونه نباید رنتال باشه، معمولا به این صورت هست، اون خونه که ارزشش بیشتر هست میشه پرایمری رزیدنت شما. نمیتونید مثلا فرض کنید یه خونه دارین 1,000,000 دلار قیمتش هستش، حالا یه سال پیش مثلا گرفتین، بعد الان میخواین یه خونه بخرین مثلا 2,500,000 دلار، 35% هم حالا مثلا اسکرین پرایس هم بهش میخوره برای داون پیمنت که چه جوری هست، بعد بیان بگین اون خونه 2,500,000 رو مثلا ما میخوایم رنتال بکنیم ولی تو همین خونه 1,000,000 میخوایم زندگی بکنیم، هم چیزی نمیتونه باشه. خونه بزرگتر میشه پرایمری رزیدنت شما، خونه کوچیکتر میشه رنتال. حالا اون رنتال هم باز داستان خودشو داره که تو این پروداکت به خاطر اینکه نیو تو کانادا شما اینکام زیاد مسئله براتون نخواهد بود که بخوای مورگیج بگیرین، نتیجتاً بایستی اون پراپرتی که به عنوان رنتال شما در نظر میگیره، رنتال اینکامش، بانک ها اینو میخوان، رنتال اینکامش 50% مورگیج اون خونه ای رو که میخواین رنتالش بکنین رو کاور بکنه، 50% رنتال اینکام، نه 100%. اگه 50% کاور میکنه مورگیجتون رو، خب مشکلی نیست، میتونید بگیرید. ولی اینا همه مربوط به اون زمانی بود که قوانین عوض نشده بود. الان قانون عوض شده برای نیو تو کانادا. خدمت شما شود که حالا هر بانکی هم برای خودش الان یه پالیسی خاصی داره، ولی به طور کلی الان تا سقف 1,000,000 دلار مورگیج، 1,000,000 دلار مورگیج منظورم هست. مثلا فرض کنید شما 1,500,000 دلار یه خونه ای رو مثلا میخرین،
بعد 35% حالا باز بانک با بانک فرق میکنه. یه بانکی میاد اسکرین پرایسش 1.5 میلیون اول هست، میگه 35% بعد بذاری. یه بانکی میاد میگه 1,200,000 دلار اول باید 35% بذاری. حالا ما فرض میکنیم رو اون همون 1.5 میلیون دلار اول. اگر تو این حالت باشه شما 35% که بذارید، به شرطی که مورگیجتون برسه تا سقف 1 میلیون. تا سقف 1 میلیون برسه، تو این حالت اینکام زیاد مورد مثلا بررسی قرار نمیگیره که مثلا شما الان چیکار دارین میکنین. همین که بگیم مثلا تو ایران یه کاری میکردیم، اون بیزنس هنوز داریم کار میکنیم، تا سقف 1 میلیون دلار رو میشه الان با قانون جدید گرفت. اگر بالای 1 میلیون دلار شما بخواید مورگیج بگیرین، اینجا باید اینکام داشته باشی. این چیز جدیدیه که توی نیوتو کانادا اتفاق افتاده. برابر این حواستون به این مسئله باشه، اگر زیر 3 سال یا 5 سال، الان 3-4 تا از بانک ها زیر 3 سال رو کانسیدر میکنن که نیوتو کانادا هستن، یکی دو تا دیگه هنوز عوض نکردن، هنوز همون 5 سال رو دارن در نظر میگیرن، ولی فکر میکنم اونا هم طبیعتاً 3 ساله خواهند شد. اگر زیر 3 سال هستین و تصمیم به خرید خونه دارین، توجه به این مسئله داشته باشین، قانون نیوتو کانادا عوض شده، دیگه به اون صورت نیستش که بخواین 35% بذارین بدون هیچ شرایطی برین وام بگیرین. حتما با مورگیج بروکرتون، فاینانشال ادوایزرتون حتما قبل از اینکه برین آفر بذارین یک مشورتی داشته باشین. این از ایمیل آقای مجید خان بود. خانم پروین خانم نوشتن که من سلام، نیوکامر ها اگر 35% دان بذارن بدون داشتن شغل، گرفتن مورگیجشون 100% هست یا باز هم امکان رد شدن مورگیج هست؟ ببینید الان باز تو این سوالی که ایشون کردن باز مشخص نکردن که پراپرتی رقمش چقدر هستش. هم جواب آره هست هم نه. اگر 35% دارین میذارین و به شرطی که رقم مورگیجی که دارین میگیرین تا سقف 1 میلیون دلار باشه، حالا یه سری از بانک هم تا 1.5 هم میرن، خب ولی من دارم حالا حالت ورست کیس سناریو رو براتون توضیح میدم، تا سقف 1 میلیون دلار مورگیج بخواییم بگیرین، آره میتونین بگیرین با 35%، شرط خاصی نداره. مهمترین چیزایی که ازتون میخوان پی آری هستش که شما نشون بدین که زیر 3 سال تو کانادا هستین، حالا یه کردیت مثلا یه دونه دو تا کردیت هم داشته باشین اوکیه، نداشته باشین هم مسئله نیستش، میتونین باز اپلای بکنین برای مورگیجتون. ولی توجه داشته باشید که حتما قبل از اینکه برای اینکه به جای تشریف بریم بخوایم آفر بذارین، حتما با مورگیج بروکر و فایننشال ادوایزرتون در رابطه با نیوتو کانادا حتما تماس بگیرید، به خاطر که قوانین عوض شده. تا 3-4 ماه پیش داستان یه جور دیگه بود، لیمیت نداشت برای مورگیج که شما بخواید مورگیج بگیرید به عنوان نیوتو کانادا، 35% می‌ذاشتین، حالا اسکیلینگ پرایس هم این شد و 5 میلیون خونه می‌خریدین، مثلا حالا 35% اسکیلینگ پرایس 1.5 میلیون دلار اول و بقیه‌اش مثلا 50% یا 40% یا 65% که هر چی که بود اون دیگه نیست. خب یعنی دیگه ندارین به این حالت باشین که فکر بکنین الان من میرم یه خونه میگیرم که فرض کنید 4 میلیون 5 میلیون، بعد مثلا 3 میلیون هم مورگیج میخوام. این رو لطفاً در رابطه باش حتما با مورگیج بروکرتون یه چکی بکنید. خدمت شما عرض شود که یه چند تا کامنت اومده، اینا رو با هم ببینیم. خانم سمیه نفری اشتباه اگر نکرده باشم نوشتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، من 6 ماه وارد کانادا شدم و کارت ویزا دارم، چند وقت دیگه بقیهش رو من نمیبینم. حالا سوالشون در واقع ناقص اومده، ولی تو اونجی که من میفهمم 6 ماه وارد کانادا شدن و ویزا دارم و فکر میکنم میخوان بگه که با ویزا اومدن کانادا و در چند وقت دیگه قرار پیارشون بیاد. فکر میکنم این چیزی که بقیهش رو من نمیبینم، یعنی نیومده. اگه همچین چیزی هستش، شما با ویزا، با چه نوع ویزایی اومدین؟ ویزای کار هست، ویزای دانشجویی هست، ویزای تحصیلی هست، ویزای توریستی هست؟ اینو برای من مشخص بفرمایید تو کامنتتون، بعد من جوابتون رو بدم، چون اینا با هم فرق میکنه. خانم میتا مهورز
خانم میتا بهورز نوشتن که دام پیمنت معمولا چند درصده؟ به خدمتتون عرض شود که بستگی به کیس شما داره که با چند درصد کوالیفای میشین برای مورگیجی که میخواییم بگیرید نسبت به اینکام. یادتون باشه اون فکر میکنم برنامه اول بود، سه تا فاکتور اصلی که راجبش صحبت کردیم اینکام بود، دام پیمنت و کردیت. این سه تا مشخص میکنه که شما چقدر میتونید دام پیمنت بذارین برای اینکه کوالیفای بشین. اگر خونه میخواین به عبارتی زیر 20 درصد دام پیمنت بذارین، طبیعتا خونه ای که میخواین بگیرین سقفش 1,000,000 دلار بیشتر نمیتونه باشه، چون وارد بحث مورگیج اینشورد مورگیج میشین. وقتی وارد اینشورد مورگیج بشین شما از 5 درصد میتونید دام پیمنت بذارین تا 20 درصد. حالا اون خود 5 درصد هم داستان داره، تا 500,000 دلار اولش 5 درصد، از 500,000 دلار به بالا اختلافش 10 درصده. توجه کردید؟ اینه که حالا میگم بستگی به کیس داره که کیس به چه صورت هستش، ولی با مینیمم 5 درصد تا سقف 500,000 دلار پراپرتی باشه میتونین یه جایی رو بگیرین با 5 درصد بخرین، مشروط به اینکه کار داشته باشین، کوالیفای بشین، کریدیتتون هم خوب باشه. بیشتر که بره بالا قیمت پراپرتی، خب طبیعتاً دام پیمنت هم میره بالا. شاهین ایمیل، یه ایمیل بخونم بعد دوباره بریم کامنت ببینیم. شاهین نوشته اگر شخصی بخواد خونه دوم بخره موضوع کپیتال گین شاملش میشه و اگر بشه چجوری؟ توضیح بدین. سوال دوم، برای گرفتن وام برای خانه دوم در صورتی که شخص از وام 5 درصدی برای خونه اولش استفاده کرده باشه، برای تازه واردینم بوده، چند درصد الان میتونه برای خانه دوم که جنبه سرمایه گذاری داره استفاده بکنه؟ و اینکه یه سوال دیگه هم داره، یه ایمیل فرستادم ماشاءالله 5 تا سوال توشه. سوال آخرشون هم این که آیا شخص برای خانه دوم بالای 5 درصد دام پیمنت بذاره داشته باشه بذاره بهتره یا نه؟ خب ببینید، در رابطه با خونه دوم که میگید اگر کپیتال گین شاملش بشه، ببین این زمانی کپیتال گین شامل خونه شما، خونه دومتون به خصوص که پرینسپال رزیدنتتون یا پرایمری رزیدنتتون نیستش، میشه زمانی از شما خونه دوم بفروشین. وقتی بفروشین چون پرایمری رزیدنتتون نیستش، طبیعتاً سودی که رو اون خونه کردین 50 درصدش، اصطلاحاً بهش میگن کپیتال گین، 50 درصد اون سودی رو که کردین مشمول تکس میشه. نه که 50 درصد باید تکس بدین، 50 درصد اون سودی که کردین، مثلا فرض کنید خونه رو فروختین یه عددی بعد 100,000 دلار سود کردید، این 100,000 دلار 50,000 دلارش میگن کپیتال گین. این 50,000 دلار اد میشه به اینکامتون اون سالی که دارین کار میکنین، بعد روش تکس میدین، مالیات میدین. حالا جزئیات بیشترش رو بخواید میتونید با حسابدارتون صحبت کنید، ولی کلیاتش اینه. برای وام دوم گفتن که 5 درصد خونه اول گرفته باشن، دومی چند درصد میتونن بزنن؟ ببین اگر با 5 درصد، خیلی سوال قشنگه این. البته اگر شما یه خونه خریده باشین با 5 درصد، حالا زیر 20 درصد بگیم به عبارتی اینشورد خریده باشین و بخواید خونه دوم بگیرین، خونه دوم طبیعتاً نمیتونه که پرایمری رزیدنتتون باشه، دارین به عنوان اینوستمنت پراپرتی دارین میخرین. وقتی اینوستمنت پراپرتی میخرین یعنی باید رنتش بدین. خب وقتی میخواین رنتش بدین نمیتونین دام پیمنت زیر 20 درصد بذارین، چون مورگیج اینشورنس کمپانی ها اون رو اینشورد نمیکنن. توجه کردید؟ پس اگه خونه رو با 5 درصد خریدین، خونه دوم رو میخواین بخرین، نمیتونین با 5 درصد بخرین، باید زیر بالای 20 درصد بذارین که به عبارتی حالت اینوستمنت پراپرتی بشه. این یه حالته. حالت دوم اینه که این خونه رو کی خریدین، اون خونه اولیه رو که با 5 درصد میگین خریدید، اگه مثلا 5 سال 6 سال پیش خریدین 5 درصد گذاشتین، بعد الان اکویتی اومده رو خونتون، مورگیجی که رو خونه دارین نسبت به ارزش خونه، در واقع لون تو ولیوش رو میگن، بالای مثلا 80 درصد باشه، خب این درسته که این شورت هست مورگیج و اکویتی هم داره. بهترین حالتش اینه که بیان این خونه رو مثلا اگه بخوای خونه دوم بگیرین، حالا اگه دام پیمنت داشته باشین یا نداشته باشین یه بحث دیگه ایه، میتونین بیان اینو 80 درصد مثلا ریفایننس بکنین، اکویتی رو بگیرین بیرون، بعد بذارین دام پیمنت برای خونه بعدی. خب اینم یه کاریه که میتونین روی این خونه انجام بدین. بعد گفتن اگر بخوایم دام پیمنت بالاتر بذاریم تو کیس ما اثر میذاره. ببینید هر چی دام پیمنت بالاتر بذارین خب طبیعتاً بهتره، خب ولی خب بعد کیستون رو ببینید چجوریه. ممکنه که اصلا اسپسیفیکلی اینجا گفتم 50 درصد، حالا شاید شما با 20 درصد هم کوالیفای بشه، نیاز نداره که 50 درصد بذارید، ولی اینکه 50 درصد بذارید پوان خوبی هست
اگر این کامتون جواب بده میتونید کمتر از 50% هم بذارید، ولی خب اگه دوست دارین بذارین دیگه 50% میذارید. خب ایمیل بعدیمون هم هست از خانم مریم، گفتن که یه سوال در مورد ریت مورگیج دارم، به نظرتون عاقلانه هست الان مورگیج رو وریبل یا وریبل هست فیکس بکنیم، یا اینکه اگر این مشکل هست چند بار دیگه ممکنه زیاد بشه ریت ها؟ فارسی و انگلیسی فارسی هم ببخشید. گفته که اگه مثلا بخوایم مورگیجمون رو اگه وریبل هست عاقلانه هست الان فیکسش بکنیم، ممکنه ریت ها بره بالا دوباره در آینده نزدیک یا نه، این سوالشونه. ببینید فرق بین وریبل ریت مورگیج با فیکس مورگیج چیه؟ من الان اینو براتون توضیح میدم، بعد برگردیم روی کامنت هامون، یه کامنت دیگه هم داریم اونم توضیح بده. ببینید اگر مورگیجی که دارین وریبل هستش چه خصوصیتی داره؟ وریبل خوبیش اینه که شما اولا اگر یک زمانی تو اون ترم 5 ساله که شما با اون لندر قرارداد دارین به هر دلیلی خواستین خونتون رو بفروشین یا فرض کنید خواستید ریفایننس بکنین، اکوتی از توی خونه‌ای که دارین بیارین بیرون، پنالتیتون 3 ماه اینترست هستش. خب این خوبیشه، یعنی پنالتی زیادی نخواهید داد. اما اینکه حالا خوبه که وریبل رو نگه داریم یا فیکس بکنیم، برمیگرده به باجت خودتون، به افوردبیلیتی خودتون. خب چقدر کانسرواتیو هستین روی مسئله که مثلا براتون خیلی مهم هستش پیمنتتون بالا نره مثلا یا نه، اینا هم باز برمیگرده به اون که ریتون میبرن بالا یا نه. ببین تا الان تو 2 ماه گذشته 2 بار ریت رو بردن بالا، آخرین تصمیمی که قرار بود بگیرن همین دیروز بود که ریت رو می‌خواستن دوباره ببرن بالا، نبردن. خب اینکه حالا من بگم مثلا 1 ماه دیگه میبرن بالا، 2 ماه دیگه میبرن بالا، خب چیزی که منطقی است نمیدونم، ممکنه ببرن ممکنه نبرن. خب ولی اینکه حالا بخواید کانورتش بکنیم به فیکس، همش بستگی داره به شرایط مالی شما. خوبی فیکس اینه که اگر شما فیکس بکنین مورگیجتون رو، ریت ها اگر مثلا بشه 6% 7% ریت شما فرقی دیگه نمی کنه، پیمنتتون ثابته، پیمنتتون فلکچویشن نداره، بالا پایین نمیشه. تو وریبل اینجوری میشه چون پرایم که عوض بشه، حالا مال شما ممکنه پرایم ماینس مثلا 30 باشه، پرایم ماینس 40 باشه، پرایم ماینس 50 باشه، چون پرایم بالا پایین میشه مورگیج پیمنت شما هم بالا پایین میشه. خب اگر این براتون مهم نیست میتونین هندل بکنین، برمیگرده به اون باجتی که در ما برای خودتون گذاشتین، خب نگرش داری. خوبیش اینه که گفتم مثلا اگه بخوایم بفروشین خونتون رو، پنالتیتون 3 ماه اینترسته. ولی اگر تصمیمتون این هستش که مثلا خونه رو نگه دارین، دست بهش نزنین، اکویتی نخواهین از توش بکشین بیرون، خب و اینکه ترجیح میدین که دیگه، یه سری هستن میگن آره من دیگه دیس زد، من دیگه نمیخوام مثلا ریس بکنم، نمیخوام فکر کنم که مثلا 6 ماه دیگه دوباره رد بره بالا، پیمنت من بره بالا، اینا تو این حالت میتونین کانورتش بکنیم به فیکس. اگر وریبل هست مورگیجتون میتونین کانورتش بکنیم به فیکس، بعد از اونجا به بعد در ریمینینگ ترم که حالا یه سال دیگه مثلا گذشته 4 سالش مونده، میتونین اون 4 سال بقیه رو با فیکس برین جلو، پیمنتتون هم فیکس میمونه، دیگه چیزی عوض نمیشه. ولی اینکه من بگم بهتون الان عاقلانه هست این کارو بکنین یا نه، همه این برمیگرده به فاینانشیال خودتون، خب که این افوردبیلیتی رو شما میتونین بکنین، نگرش دارین. اگر فکر میکنین خونتون رو برای 5 سالی که اون ترمی که دارین نگر میخواین بدارین و اهل ریسک نیستین، خب طبیعتاً فیکسش بکنین براتون بهتر. این هم که سواله. خب برگردیم به کامنت. آقای جان کنت، آقای جان کنت گفتن که برای خارجی ها که اقامت آمریکا دارن چه شرایطی هست؟ البته من فکر میکنم یکی از این ایمیل هایی که من آوردم اتفاقا در مورد با یه دونه از ایمیل هایی که من آوردم اتفاقا در مورد با همین مسئله هستش. خب خوب شد اینم با این الان مچش میکنیم با هم دیگه صحبت میکنیم. در مورد خرید ملک، این آقای سجاد فرستاده، در مورد خرید ملک برای افراد غیر مقیم شرایط رو به طور خلاصه بگین چجوریه؟ مبلغ پیش پرداخت برای افراد غیر مقیم چقدره؟ آیا میشه کمترین مبلغ مورد نیاز رو برای پیش پرداخت گذاشت و اگر امکان داره کدوم بانک با چه نرخ و چه بهره‌ای؟ خب دیگه خیلی تخصصی شد رفت تو دیتیلز. ببینید این اصطلاح هم بهش میگن نان رزیدنت، کسایی که تو کانادا زندگی نمی‌کنن.
یا اقامت کانادا رو ندارن، خب یا سیتیزن نیستن یا پی آر نیستن، یه جایی دارن زندگی میکنن، آمریکا و بقیه دنیا. برای کسایی که تو آمریکا هستن، از جمله آقای جان کنت که گفتن از آمریکا هستن، شرطش اینه: اولا باید کردیت خوبی داشته باشین، جاب باید داشته باشین توی یو اس که دارین مثلا زندگی میکنین، مورگیج اگه اونجا دارین اوکیه، مشکل نیست، یه خونه‌ای داشته باشین، بخواین سکند پراپرتی تو کانادا بخرین میتونین بگیرین. برای کسایی که رزیدنت یو اس هستن میتونن با 35%، حالا این 35% باز اسکیلینگ پرایس داره، من باز اون چیزی که نرمه رو میگم، خب حالا هر بانکی هم برای خودش یک داستانی داره، 35% اول 1,500,000 دلار در نظر بگیرید، این میشه داون پیمنتتون. خب بعد رقم مورگیجتون میشه یه عددی، این رقم مورگیجتون حالا فیکس بخواید یا وریبل بخواید، باز اون داستان استرس تست میشه که اتفاقا یکی از سوالام استرس تست هست، اونم حالا بعد براتون صحبت میکنم. اگر کوالیفای بشین با اینکامی که دارین تو آمریکا و کریدیتتون هم خوب باشه، میتونین با 35% اینجا خونه ای بگیرین به عنوان وکیشن پراپرتی یا سکند پراپرتی، ولی با کوالیفای بشین، یعنی اینکامتون جوری باشه که بتونین کوالیفای بشین برای مورگیجی که میخواین اینجا بگیرین. اگر کوالیفای نشین نسبت به اینکامتون، طبیعتاً با داون پیمنتتون ببرین بالا. برای کسایی که رزیدنت به اصطلاح یو اس نیستن، سایر کشورها خب غیر از آمریکا هر جای دیگه قوانین عوض شده، قوانین عوض شده خود سخت‌تر هم شده، حالا علت خاص خودش هم داره، چون میخوان این خارجی‌ها دیگه کمتر بیان اینجا آفر بذارن که خونه‌ها گرون نشه، یکیش اینه. برای اونا میگن باید 50% بذاری، خب حالا هر بانک هم باز داستان خودش داره، 50% میگن بذارین، لیمیتش 750,000 دلار، یعنی شما اگه یه خونه 1,500,000 بخواید بگیرید، 50% رو باید بذارین، بعد 750,000 دلار بهتون مورگیج میدن. تو این حالت همون کاری که تو اون کشور که دارین میکنین براتون کفایت میکنه که چه کاره هستین. کردیت ریپورت اگر دارین، مثلا ایران کردیت کسی نداره که، خب همه کش دارن کار میکنن، اونجا یه رفرنس لدر میگیرین از بانکتون که مثلا بانک صادرات، بانک نمیدونم ملی حساب دارین، میگه مثلا 6 ماه استیتمنت بانکی بهتون یه رفرنس لدر هم بهتون بدن که حسابتون اینجا خوب بوده، با اون حالت میتونین بیاین و 50% داون بذارین، 750,000 دلار ماکسیمم مورگیج بگیرین. حالا اینم باز الان یه داستانی هست، حالا یه سری از بانک ها همون 35% رو دارن ولی میگن میدیم، وقتی وارد قضیه میشین گیر میکنین. خب ولی رو همین من چون اگریسیو دارم نگاه میکنم به این قضیه که مشکلی بعد پیش نیاد، میگم 50% بذارین، 750,000 دلار ماکسیمم مورگیج بگیرید. ریتتون هم میتونه فیکس باشه، وریبل باشه، اینکام هم زیاد مثل اونایی که تو یو اس هستن مورد توجه نیست، هست ولی اونجوری که یو اس ها رو میخوان نیست. یه استراحت کوتاهی بکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم. Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long-term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. خب برگردیم به خانم سمیه. فکر میکنم بقیه چیزی که تو کامنت ها میخواستم بنویسن الان نوشتن. خب من برمیگردم بالا، اول اون بالایی رو میخونم، ادامهش پایین تر نوشته. نوشته که سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من 6 ماهه که وارد کانادا شدم و کارت ویزا دارم، ویزای دانشجویی دارم، از طریق پدرم میتونم اقدام کنم برای خرید خونه یا نه؟ خب پدرتون شرایطش چجوریه؟ باز حالا من سوال از شما بکنم، شما جواب بدید. پدرتون شرایطش چجوریه؟ اینجا رزیدنت هستن نیستن؟
کار میکنن نمیکنن. این اینا برای من لطف کنین، برای من بذارید، بعد من برمیگردم به شما حتما توضیح میدم. خدمت شما عرض شود که خانم سهیلا ایمیل داده بودن هفته پیش به ما که سوالی داشتن از این که مهم پولی که در حساب بانکی گفتن برای داون پیمنت بعد یک ماه باشه، یک دفعه از بانک ایران به حساب بانک کانادا واریز بشه یا کم کم بعد بیاریم. خب این سوال، ببینید بانک‌های کانادا اینا میخوان که شما، حالا بستگی به کیستون داره، خب اونایی که زیر 20% میذارن نیو تو کانادا هستن 3 ماه میخواد بانک‌های اینجا، اونایی که بالای 20% میذارن و کار دارن اینجا نیو تو کانادا هم هستن یا کار میکنن کلا، اونا 30 روز میخوان. خب اونایی که نیو تو کانادا هستن و 35% میخوان بیان بذارن، اونا هم 30 روز میخوان. خب یعنی 30 روز پولتون باید اینجا تو کانادا باشه. حالا چه جوری میخوایم بیارینش؟ اینکه یه دفعه بیارین مثلا فرض کنید اون 35% یا اون 20% یا هر درصدی که قرار هست از ایران مثلا بیاد یه دفعه بیاد توی این بانک اینجا، بعد بیایم بگین که مثلا فرض کن سورسش تو ایران بوده، نمیدونم بخواید اون 30 روزو پر بکنین. من توصیه‌ام بهتون اینه که این کارو نکنین. چرا؟ به خاطر اینکه اولا که این داستان ایران هنوز بحث سانکشن هنوز هست و نیست، یعنی یه سری بانک‌ها میگن مشکل نداریم با این مسئله، بعد وارد قضیه که میشی سوال پیچت میکنن. خب برای اینکه این مسئله برامون پیش نیاد، من توصیه‌ام به شما اینه که اگر قرار هست پولی از ایران براتون بیاد، هر چه سریعتر بیارین، حداقل 30 روز تو حسابتون تو اینجا باشه. حالا کدوم حساب باشه، چکینگ باشه، سیوینگ باشه، خب سیوینگ باشه بهتر. اینکه حالا تو یه بانک باشه، دو بانک باشه، سه بانک باشه مهم نیست. خب حالا این برمیگرده به اینکه چجوری این پولو بیارین اینجا. با صرافیتون صحبت بکنید، با از طریق بانک به بانک، من نمیدونم اگه بشه که ترانسفر کرد پول اینجا. مهم اینه که اون پولی که میارین اینجا 30 روز تو حسابتون مینیمم باشه، یعنی بعد از اینکه آوردین تو حسابتون مون 30 روز بعدش. خب اگر لارج دیپوزیت تو این 30 روز دیپوزیت کرده باشین، آورده باشین تو حسابتون، بعد میگن از کجا آمده، بعد بیاین نشون بدین که پول از کجا، سورسش از کجا آمده. حالا بعد برگردین عقب ببینین که خونه فروختین، مدارک خونه رو میخوان ترجمه بعد بکنین، خیلی هدک داره. من توصیه‌ام اینه که برای اینکه این هدکار جلوشو بگیریم، مشکلی پیش نیاد، اون پولا زودتر بیارین تو کانادا، بذارین تو حسابتون 30 روز 90 روز حالا هر چی که هستش نسبت به اون پروداکتی که میخواین تو حسابتون باشه. خدمت شما عرض شود که من کماکان منتظر خانم سمیه خانم هستم که جواب بدن پدرشون وضعیتشون به چه صورت توی کانادا، اگر تو کانادا هستن یا اگر نیستن به چه صورت. آقای امیر حسین گفتن که میخواستم در بدونم شرایط خرید خونه با 5% پیش پرداخت به چه صورت هستش. خیلی ببینید، با 5% اگر بخواین جایی رو بگیرین، مکزیموم ارزش اون خونه یا اون پراپرتی که میخواین بگیرین باید $500,000 باشه. بیشتر از $500,000 نمیتونین. یعنی تا $500,000 میتونین 5% بذارین. اگر سوال اینه، پس جواب اینه که مکزیموم پراپرتی والیوی که شما میتونین بگیرین $500,000 با 5%. این داون پیمنت. شرط دیگرش چیه؟ شرطش اینه که حالا بعد ببینیم چند وقت تو کانادا هستین. اگر زیر 3 سال تو کانادا هستین میشین نیو تو کانادا. وقتی نیو تو کانادا بشین بایستی حتما مینیمم 3 ماه فول تایم جایی باشین که استخدام شده باشین. یعنی 3 ماه هیستوری ازتون میخواد برای کار. این 3 ماه باید دوره پروبیشن نداشته باشین. بنابراین اگر شما جای استخدام شدین و دوره پروبیشنتون دارین میگذرونین و 3 ماه نشده، با 5% نمیتونین خونه بخرین، مگر اینکه اون دوره پروبیشنتون تموم بشه، مثلا تو ماه 4 ماه 5 نامه‌ای که میگیرین نشون بده که شما پروبیشن دیگه نیستین، بعد میتونین با 5% بگیرین. یا اینکه از اول اگر مثلا بگم اونجا که شما دارین کار میکنین، من فکر میکنم 2 هفته پیش بود اینو کاور کردم، بعضی از شغلا هستش که به خاطر تخصصهای خاصی که دارن پروبیشن ندارن. اگر یه همچین استثناهایی باشه میتونین پروبیشن نداشته باشید. خب از لانگ از که ثابت بکنین، پروف بکنین، میتونین زیر 3 ماه هم باشه بگیریم. کردیت باید داشته باشین. اگر نیو تو کانادا باشین بایستی مینیمم 2 تا ترید لین کردیت لاین داشته باشین. حالا اگر
مثلا 5 6 ماه تو کانادا هستین، خب یه دونه هم کفایت میکنه. ولی اگر مثلا 3 سال هست تو کانادا هستین، زیر 3 سال هستین، حداقل باید یکی دو تا کریدیت کارت داشته باشین که کریدیتتون نشون بده خوبه. اگر بالای 3 سال تو کانادا هستین، یعنی دیگه نیو تو کانادا نیستین. اینم یاد رفت بگم، داون پیمنت برای کسایی که زیر 3 سال هستن و مشمول اون داستان نیو تو کانادا هستن، 90 روز باید تو حسابشون باشه. خب 90 روز باید پول تو حسابتون باشه. بخشی از داون پیمنت میتونه گیفت باشه از فامیلی ممبری که اینجا مثلا دارین، پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. اگر بالای 3 سال هستین تو کانادا، یعنی که دیگه نیو تو کانادا نیستین. وقتی نیو تو کانادا نیستین، حالا نسبت به اون، چون داریم با اینشورنس کمپانی دیل میکنیم برای مورگیجتون، باید کیس رو دید. بعضیا داون پیمنت همون 30 روز کافی براشون کفایت میکنه، بعضیا میگن، بعضی از اینشورنس کمپانی کیس رو نگاه میکنن 90 روز میخواد. ولی آماده بکنید خودتون برای همون 90 روز. طبیعتاً جاب 3 سال، بالای 3 سال اجازه هستین، خب طبیعتاً بعد حداقل 1 سال، 1 سال و نیم کار داشته باشین. مثلا پروبیشن دیگه ندارین، 2 سال گذشته تکس پر کردین، کردیت باید داشته باشین، حتما کردیت خوب باشه و تا بتونین از این داستان 5% استفاده بکنین. 5% که میذارین در واقع، شما اگه فرض بکنید بگیم مثلا 500,000 دلار، 5%ش میشه 25,000 دلار، شما 25,000 دلار داون پیمنت میذارین، 1.5% کلوزینگ کاست میخواد که داشته باشین برای لند ترانسفر تکس و لیگال فی و این داستانا که اون دفعه صحبت کردیم. بعد به خدمت شما شود که چون دارین 5% میذارین، بعد اینشورنس هم بخرید. شما اینشورنسی که میخرید برای خودت نیست، برای اینکه لندر رو پروتکت بکنی این کیس اف دیفالت، مثلا اگه دیفالت کردی. نرخ اینشورنس برای کسایی که 5% میذارن برای خونه 500,000 دلاری 4.10 هست. یعنی شما 5% داری دان میذاری، 4.10 باید حالا اینشورنس بخری. یعنی در واقع شما اگه بخوای حساب بکنی 0.9 زیر 1% دارید داون پیمنت میذارید. خب یعنی همه اون داون پیمنتون در واقع تقریبا همش داره میره برای اینشورنس. به این میگن های ریشیو، خب های ریسک بهش میگن، چون یعنی در واقع تمام داون پیمنت، یعنی شما با زیر 1% دارین خونه میخرید، چون های ریسک هستش، اینشورنس کمپانی میخواد میکشور کنه که همه چیزتون اوکیه. پس بنابراین باید همه چیزتون اوکی باشه که بخواید همچین رقمی مورگیج بگیرید که این کیس دیفالت نشه. که اگه دیفالت هم بشه، اون اینشورنسی که شما می‌خرید برای پروتکشن لندر هست، لندر رو کاور کنه، احتمالاً برای هزینه هایی که حالا برای پاور آف سل هست یا کار دیگه که بخوام بکنه، که مثلا پراپرتی رو تیک اوور بکنه، که حالا اون یه داستان دیگه هست، یه روزی رو اونم صحبت خواهم کرد. به خدمت شما شود که این هم ایمیلی بود که از آقای امیر حسین بود من براتون گفتم. اوکی، سمیه خانوم جواب دادن، گفتن که پدرم ایران هستن، اینجا بیزینسی ندارن و ویزای توریستی دارن. خب این میشه همون نان رزیدنتی که خدمتون عرض کردم. نان رزیدنت که بشه، ایشون اگر ویزای توریستی دارن بایستی 50% داون پیمنت بذارن. مکزیموم مورگیجی رو، رقم مورگیجی که میتونن بگیرن 750,000 دلار هستش. حالا عرض کردم ممکنه یه بانکی تا 1,000,000 هم بده، ولی من دارم حالت ورست کیس سناریو رو نگاه میکنم. خب 50% بذارن، فرض کن 1.5 میلیون دلار قیمت خونه هستش، 50% داون پیمنت میذارن، ایشون 750,000 دلار مورگیج میگیرن. تو این حالت اینکام همون کاری که تو ایران انجام میدن و استفاده میکنن براشون. به خدمت شما شاید اون 50% باید 30 روز تو حساب کانادین بانک باشه، باید اینجا باشه، یعنی پول از ایران باید بیارن اینجا تو حساب اینجا بذارن که بگیرن پول خونه رو، و برای کلوزینگ هم با خوش اینجا باشه. این نکته خیلی مهمیه، به خاطر که خیلی هستن که فکر میکنن اگه مثلا تو ایران هستن از طریق لویر مثلا تو ایران با اینجا میتونن این کارو انجام بدن، دیگه نیازی نیست اینجا بیان. همچون چیزی نیست، باید برای کلوزینگ اینجا باشی. خب چرا؟ به خاطر اینکه خود بانک شما رو روز حالا یه هفته قبل از کلوزینگ یا دو هفته قبل از کلوزینگ باید شما رو میت بکنه و یه سری داکیومنت‌ها امضا بکنی. برابر این بهتره که اگر پلنی دارین که بخواین خونه اینجا بگیرین، حتما برنامه‌تون رو یه جوری برنامه‌ریزی بکنید که قبل از کلوزینگ حداقل اینجا باشی که به مشکل بر نخوری. گفتن که آقای جان کنت، گفتن ما آمریکایی هستیم میخواهیم خونه دوم بخریم چه کار کنیم؟ منظورتون رو من نفهمم. خونه دوم تو
کانادا بخوایم بخریم یا توی آمریکا بخوایم بخریم، این رو برای من لطفاً مشخص کنید. اگر توی آمریکا باشه که خب ما که نمیتونیم کاری بکنیم، خودتون اونجا خونه دوم میتونید بگید. اگه خونه دوم تو کانادا بخوایم بخریم، عرض کردم با 35% میتونید تو کانادا خونه بخرید، به شرطی که کریدیتون خوب باشه، چون کریدیت ریپورت میگیرن اینجا از شما، بعد اینکام هم داشته باشین که کوالیفای بشید. این برای جواب شما. گفتن کانادا. کانادا بخواییم بگیرین، بله میتونین بگیرین 35% به شرطی که کوالیفای بشین. اگر حالا دیتیلز قضیه رو خواستین میتونین با من تماس بگیرین، تلفن آفیس برنامه زنده است، الان بعضی موقع توفاق هم میزن خدمت شما شود که آفیس من تلفنش، حالا تو وبسایت هم میتونین بریم mortgagetransit.com، تلفن برای اونجا هستش، میتونید تماس بگیرید، ایمیل منم هستش که اینجا حالا براتون میذارن، میتونید تماس بگیرید، بعد با هم دیگه بیشتر در ارتباط باشیم، بگم که چیکار بکنید که کارتون به چه صورت انجام بشه. یه چند تا ایمیل دیگه من توی ایمیلی که از هفته پیش اومده بود به طور خلاصه طبقه بندی کردم، یکیش هستش آوردم به خودم، یعنی دیگه فقط اون هایلایتاشو آوردم. در رابطه با استرس تست پرسیدن که این استرس تست به چه صورت هستش. ببینید استرس تست اصلا چی هست، چرا اصلا استفاده میکنه. استرس تست همون کانترکت ریت یا بنچمارک هست. ما دو تا چیز، ببخشید اشتباه گفتم، کانترکت ریت اون چیزی هست که شما توی مورگج کامیتمنتتون بهتون میدن، میگن این مثلا ریت شماست. خب ما یه بنچمارک داریم، خب، و یه کانترکت ریت. بنچمارک چیه؟ بنچمارک ریت 5 ساله مثلا فرض کنید باند هستش که بانک اف کانادا تو وبسایت خودش ریتش رو گذاشته، الان 4.89. خب حالا ممکنه این بره بالا، ممکنه بیاد پایین نسبت به اکانومی که حالا چرخش داره. استرس تست به این صورت هستش که شما برای مورگیجایی که بخواید از یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال فیکس بگیرین و پنج ساله وریبل بخواید بگیرین، این قانون از اول ژانویه 2018 به اجرا در میاد. فرق نمی کنه که با مونو لاین لندر را بخواید کار بکنه یا با چارتر بانک ها بخواید کار بکنین، دیگه همه مشمول استرس تست میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما رو میان با اون ریت 4.89 فعلی که الان هست، حالا ممکنه اون موقع بره به 5 برسه یا پایین تر بیاد، با اون باید کوالیفایتون بکنن. اگر شما با اون کوالیفای شدین میتونین مورگیجی بگیرین که حالا کانترکت ریتتون کمتر از اون ریت بنچمارک باشه. اگر کانترکت ریتتون بیشتر از بنچمارکه، باید با اون کانترکت ریتی که بالاتر از بنچمارکه کوالیفای بشه. نمیدونم تونستم منظورم بهتون برسونم یا نه. ببین ما یه بنچمارک داریم 4.89، اینو الان 4.89، اینو برای ترمای یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال فیکس و وریبل از ژانویه 2018 برای همه استفاده میکنم. خب اگر شما کوالیفای شدید نسبت به این ریتی که 4.89 هستش، خب فبحل مراد. اگر شدین که مورگیجتون رو میگیرید، اگر نشدین خب طبیعتا یا باید داون پیمنتتون رو ببرین بالا، یا اینکامتون جوری باشه که بتونین کوالیفای بشین، یا خونه‌ای که می‌خواید بگیرین و یه مقداری سقف خریدتون رو بیارین پایین. اگر حالا فرض کنید با یه لندری دارین کار می‌کنین که ریتی که داره بهتون میده مثلا 5.5، خب ولی شما بعد مثلا با 4.89 کوالیفای بشین، چون کانترکت ریتتون 5.5، حالا با 5.5 بعد کوالیفای بشین. توجه کردید؟ اینا مال داستان دیگه است. حالا این یه نکته‌ای رو من توی صحبتام گفتم خدمتتون، بین دو تا دسته از لندرها، یکی ما مونولاین لندر داریم، یکی هم چارتر بانک ها داریم. الان مونولندر ها تقریبا یک ساله، مونولاین لندر ها این استرس تست رو ریگاردس که شما 5 ساله فیکس بگیرین یا وریبل دارن انجام میدن با امورتیزیشن 25 سال. بانک ها این کار الان نمی کنن. بانک ها اگه شما 5 ساله فیکس بگیرید با همون کانترکت ریتتون که 5 ساله فیکس هست کوالیفایتون میکنن، نتیجتا مورگیجی بیشتری کوالیفای میشین چون فیکس 5 ساله پایین تر از بنچمارک هستش. از ژانویه 2018 بانک‌ها هم مشمول این قانون میشن، برابر این همه مشمول استرس تست میشن. اگر تصمیم به خرید خونه دارین و فکر میکنید که با بنچمارک ممکنه که کمتر کوالیفای بشید، به نظر من اگر تصمیم خرید دارین قبل از ژانویه کلوز کنین خونه هاتون، یا حداقل
یا حداقل الان اپلای کنید برای مورگیجتون، خونتون رو بخرید، حالا کلوزینگش بیفته بعد از مثلا فرض کنید ژانویه 2018، از لانگ از که شما کامیتمنتتون رو قبل از ژانویه گرفته باشید این قانون مشمول حال شما نمیشه. خوبیش اینه که تو این حالت مورگیج بیشتری میتونیم بگیریم. این بگذره بیفته اونور ژانویه و بخوایم بریم برای اپرووال، اون موقع بایستی با اون ریت استرس تست کوالیفای بشیم. یکی از چیزایی که این دوتا رو من توضیح دادم که در رابطه با فیکس اور وریبل توضیح دادم براتون، یکی دیگه هم بود بریج لون. سوال کردن که بریج لون به چه صورت ورک میکنه، کار میکنه. ببینید هر لندری هم بریج به شما نمیده برای اینکه بخواید بریج لون بگیرین، بستگی داره با کدوم لندر کار میکنه. اگه با چارتر بانک ها دارین کار میکنین اونها بهتون بریج لون میدن. اگه با مونولاین لندر ها کار میکنین مثلا فرض کن حالا من اسم میبرم، چارتر بانک ها مثل تی دی، اسکوشیا، بی ام او، رویال بانک، نمیدونم سی آی بی سی، نشنال بانک، با این 5 تا 6 تا بانک اگه کار بکنین مورگیج ازشون بگیرین، مثلا یه خونه یا الان خریدین کلوزینگش مثلا فرض کن یک ماه دیگه است، بعد یه خونه دارین که خونتون رو فروختین کلوزینگش 3 ماه دیگه است، بعد قراره که پول یا اون داون پیمنت از محل فروش خونتون بیاد بیرون برای خونه جدیدی که خریدین باشه، چون کلوزینگ خونه جدیدی که خریدین الان هست و کلوزینگ خونه‌ای که فروختین 3 ماه دیگه است، 4 ماه دیگه است، پولی ندارین برای داون پیمنت بذارین. تو این حالت میان از بریج لون استفاده میکنن. بانک میاد به شما، اون بانکی بهتون مورگیج داده مثلا این چارتر بانک ها که اسپوردم، میاد بهتون داون پیمنتی که قرار هست از محل فروش اون خونه بیاد توی این خونه گذاشته بشه، مشروط به این که یک خونه رو چند فروختین، چقدر روش مورگیج داشتین، چقدر باید به ریلتورتون کامیشن بدین، تمام هزینه ها رو حدودا کم میکنن. اگر چیزی بمونه اون اکویتی که براتون تا آخر سر میمونه جواب بده برای داون پیمنت خونه جدیدی که خریدین و 3 ماه دیگه قرار دستتون بیاد، اینو اصطلاحا همش میگن بریج، بهتون داون پیمنت کمک میکنن، بهتون یه پولی رو میدن موقتا که خونه جدیدتون رو بخرین. معمولا هم ریتش پرایم پلاس هست، حدود مثلا 6% میشه تقریبا، اینترست اونلی هست، اینترستش هم سیمپل هست، فی سیمپل اصطلاح بهش میگن، یعنی خیلی راحت کلکلیشنش برای مانتلی، خیلی اینجوری حساب بکنه اگه 3000 دلار بگیرین 6% باشه، ضرب بر 6% کنین میشه برای یک سال، تقسیم بر 12 کنین اون میشه پیمنت ماهانتون. خب حالا اگه مثلا فرض کنید 3 ماه این پول رو بخواید، 2 ماه پول بخواید، اینو حساب میکنید چقدر بعد پول بذارید کنار واسه این مورگیجتون که بعداً بخواید بریج رو برگردونید. یادتون باشه مورگیج بریج باید برگشت داده بشه به بانکی که بهتون بریج میده، بنابراین خونتون باید فرم فروخته شده باشه و اون روزی که قرار هست کلوز بشه کلوز بشه. اگه اون خونه کلوز نشه شما مشکل خواهید داشت. خب به این نکته خیلی توجه بکنید که خیلی براتون بد و گرون تموم میشه اگر اون خونه فروش نره، یعنی دارو میگین فروختینش، فرم فروختینش، ولی داون پیمنت قرار اونجا بیاد و روز کلوزینگی که قرار هست مثلا کلوز بشه حالا به یه دلیلی مثلا فروش نره، بعد مشکل پیدا میکنید چون اون بانک بریجش رو میخواد از شما، چون به شما کمک داون پیمنت گذاشته خونتون رو خریدید. به این نکته هم توجه داشته باشید. به خدمت شما عرض شود که یه سری به کامنت ها بزنیم ببینیم چیز جدیدی اومده. لطف دارید آیه جانکه، ممنون. نه کامنت جدیدی نیست. امروز الان ساعت تقریبا 8 هست، ما گازش رو گرفتیم به قول گفتنی یک ساعته رفتیم جلو، چقدر هم زود گذشت. از هفته آینده باز ما لایف هستیم، اگر باز کامنتی یا سوالی دارین با ما تماس بگیرید. ایمیل من رو rafi@amgtv.ca اگه اشتباه نکنم هستش، تلفن من هم رو وبسایت هم هست mortgagetransit.com، با ما تماس بگیرید اگر سوالی دارید، راهنمایی میخواید با کمال میل در خدمتتون هستم. به خدمت شما شود که برنامه‌مون امشب تموم می‌کنیم دیگه. هفته آینده در خدمتتون خواهم بود. شب خوبی داشته باشید. امروز هم که استقلال باخت. نمی‌خواستم اینو بگم دیگه، مجبور شدم بگم. من استقلالی‌ام. شبتون خوش.